حين ولد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حال شما خوبه برادرم؟ سلامت باشید برادر عزیز. عرضم خدمتون که باز مزاحم همیشگی شما خواهش میکنم در مورد بیوگرافی شیعه مقاله ای نوشتم که بفرمایید وقت بدید. بفرمایید برادر عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستم، بحث دین و شریعت از دیرباز مورد بحث و جدل دینداران و شریعت مداران قرار گرفته و هر کجا مسائل دینی خط علم کنند، عده دیندار و یا اصطلاحاً متدین به طرفداری و دفاع از دین خود اقدام می کنند که حق مسلم آنهاست. بعضی ها معتقدند این ادیان چون رودهایی هستند که به یک دریای واحد می ریزند، پس مهم قول لا اله الا الله است و نباید در این مناظرات کسی دیگری را نفی کند. اما جالب اینجاست که موجوداتی ابراز وجود کردند که نه دین مال آنهاست، نه شمه ای از شریعت صحیح بردند، فقط شاخه ای از دین اختراع کردند که نه تنها خود را وحی منزل می دانند، بلکه می گویند جز خودشان کسی به بهشت وارد نمی شود. این خوشباوران خارق العاده شیعه نام دارند. شیعه یعنی پیرو، و اینها به دروغ خود را پیرو علی ابن ابی طالب پسر عم جلیل القدر پیامبر مکرم اسلام می دانند. اینها پیرو شخصی هستند که نه کتابی از جانب خدا بر او نازل شده و نه حتی پیامبر می باشد. البته با خواندن سیره حضرت علی ناگفته پیداست اینها مثل کنه به زور به ایشان چسبیده اند و علکی تابعیت ایشان را جار می زنند و ایشان از آنها مبراست. از همین ابتدا وجود غیر مشروعشان زیر سوال می رود. این موجودات زر دینی هیکل نما البته از دید و باور خودشان معتقدات جالب و خندداری دارند که اشاراتی به آنها خواهم داشت. البته خودم 30 سال از عمرم جزء این مجموعه باطل بودم. الله متعال به فضل و کرمش بر من منت گذاشت و از چنگ دیو تشیع مرا رهانید. بر خود فرض دانستم جهت تنویر راه ره پویان حق و روشن شدن طریق حقیقت به حول و قوه الهی گام بردارم. شیعه آنگونه که ادعا دارند الله متعال را به خودی خود قبول ندارند، جز این که قبل از الله و یا در کنار الله علی، حسن و حسین و تقی و نقی باشند، وگرنه برای قبولاندن الله متعال به یک فرد شیعه با مشکل جدی مواجه خواهید شد. استدلالشان این است که اگر بخواهی به شرکتی مراجعه کنی باید ابتداعا با منشی شرکت هماهنگی کنی که بتوانی با مدیر عامل ملاقات کنی. گو اینکه استغفر الله، الله متعال مدیر عامل است و برای ارتباط با او باید واسطه‌ای باشد، در صورتی که الله متعال می‌فرماید از من بخواهید مرا بطلبید، آنان که می‌خوانید مخلوقاتی چون شما هستند. شیعه می‌گوید خداوند علی را به صورت خفی و ناپیدا قرار داده و این انسان است که باید برود دنبالش و شأن و منزلت ایشان را جستجو و کشف نماید. فضیلت علی آنقدر زیاد است که اگر به صورت واضح و هویدا برای مردم تعریف می شد آن را خدشدار می کردن. گویی که استغفر الله رب العالمین با بشر قایم باشد بازی می کند. پس چرا این همه پیامبر عظیم الشأن و جلیل القدر را به صورت واضح و آشکارا فرستاده؟ باید عقل سلیمی باشد و خردی کاوشگر که تمیز دهد بین حق و ناحق را. یک شیعه برای اثبات حرفش به قسم متوسل می شود، آن هم قسم های عجیب و غریب. به سادگی قسم می خورد، هرچند حرفش جزافه و چخان باشد. هرچند الله متعال فرماید ولا تطع كل حلاف مهین، در این قوم بلوف و دروغ امری مشهود است. مثلا اگر بخواهی از مغازه جنسی بخری آنقدر قسم می خورد و برای فروش جنسش حتی تاریخ مصرف گذشته به دروغ و الله متعال قسم می خورد. لیکن اگر به همین فرد بگو به حضرت عباس، عقب نشینی می کند، چون معتقد است قسم حضرت عباس او را می گیرد. اما از الله متعال می شود به شیوهی در رفت. باور شیعه به دین صورت است که اگر در جای گیر کرد و دیگر عباس و علی و تقی و نقی نتوانستند برایش کاری بکنند، آن وقت با تضرع و گریه و زاری به الله متعال مراجعه می کند و خواهان حل مشکلش خواهد شد. اما همین که الله جلیل برایش مشکل گشایی کرد، آن وقت خداوند به دست فراموشی سپرده می شود
و با افاده و قیافه حق به جانب خواهد گفت قربون امام علی که مشکلم را حل کرد. چه خوش فرمود الله متعال که وَإِذَا كَشَفْنَا عَنْهُ فَوَلَّا مُسْتَكْبِرًا. در راستای قسمهای شیعه که قبلا اشاره کردم، قسمهای دیگری در این قوم مشهود است که عبارت است از به ناموس زهرا. الفاظی چون ناموس زهرا را به عنوان قسم تلفظ می کنند و زهرا همان فاطمه دخت گرامی پیامبر مکرم که به ناموس زهرا یعنی به پاک دامنی و عفت زهرا. نمی دانم به حجاب و عفت قسم خوردن دیگر چه صیغه ای است. و این زهرای مظلوم گاهی خواهر شیعه می شود، گاهی عمه یا خاله شیعه می شود و گاهی هم بیبی خطابش می کنند که یقینا اگر خود حضرت زهرا زنده بود از این قوم تبری می جست. واقعا قسم های شیعه دهان را از تعجب باز می گذارد. استدلالشان این است که الله متعال به زیتون و انجیر و غیره قسم خورده، ما هم اجازه قسم داریم. بابا جان، الله متعال از سر خدایی خودش و مالکیت اکوان به هر چی دوست دارد قسم می‌خورد، هر کاری اراده کند انجام می‌دهد. انسان باید فقط سر تسلیم فرود آورد و سمعا و طاعه بگوید. لیکن شیعه همیشه بر الله متعال بهانه تراشی می‌کنند و این چیزی نیست جز مصداقیت این آیه بر احوال این قوم که اتجادلون فی الله. دوستی دارم که اهل منطقه‌ای به فاصله 80 کیلومتری محل سکونتم بود. از دوره سربازی با ایشان آشنا شدم. بعدها پیمانکار خط لوله شد. روزی به من زنگ زد و گفت میخواهم ظهر به خانه ات بیایم. گفتم خوش آمدی. گفت نباید تدارک نهار هزینه بر کنی و هرچی نهار شماست همان را میخوریم. گفتم باشه. گفت قسم بخور. گفتم نیاز به قسم نیست، هرچی برنامه نهاری امروز ماست همان را میخوریم. گفت نه، قسم بخور که اهل بیت را به درد سر نیندازی. گفتم والله هرچی نهار باشد همان را میخوریم و چیزی اضافهش نمی کنم. گفت نه، بگو به سید عباس. بله دوستان، در باور شیعه العیاذ بالله پروردگار متعال واجهی به کوهیه و نیز در باور شیعه با اندکی گریه بر واقعه کربلا تمام گناه ها بخشوده می شوند. می گویند قطره اشک بر امام حسین کوره ای از آتش جهنم را فروکش می کند. لذا می بینید در مراسم سوگواری امام حسین مخصوصا تا سوعا و عاشورا افرادی را خواهی دید که کاملا شناخته شده اند. آنها را خوب می شناسید. معتاد، دوز، درو، خدا نشناس. می بینی با شدت و زار زار می گریند. بعضی ها هم زورکی خود را به گریه می اندازند چون بنا به اعتقاد واهی و پوچ این گریه و شیون و زاری ها برای امام حسین را بخشاننده گناه می دانند. و نیز یک شیعه اگر در کارش گریه شد برای فلان امام و فلان قبر نذر می کند. برای اشخاص گاو و گوسفند می کشند، بعد هم می نشینند و نذرشون رو خودشون می خورند. تعجب آور این که وقتی برای حل مشکل گوسفند نذر امامان می کنند و برای عفو گناه بر گریه بر امام حسین اکتفا می کنند. یعنی در این بین علی حل مشکل می کند، امام حسین هم گناه را می بخشاید. پس در این بین الله متعال چه کار است؟ بهشان می گویی بابا جان اگر امام علی برای پاک کردن گناهان شما واسطه می شود، پس امام علی طرفدار ارتکاب گناه است و بر خطای شما راضی است که شفیع شما می شود و اصولا دفاع از ظلم انسان را در زمره ظالمین قرار نمی دهد. می گویند نه، این وصله ها به امام علی نمی چسبد، اصلا تو مشرکی، حالا بیا و درستش کن. دعوت به توحیدشان می کنی، می گویند تو مشرک هست. واقعا مضحکی نیست این سخنان ابلهانه. معتقدات سخت شیعه است، افرادی ناقص العقل و تهی هویت که فقط ادعا دارند و خودشان خوناشام ترین دشمنان اسلام هستند. بدبختانه آنها بر ما مسلمان حساب شدند و کارهایشان را از دید اسلام میبینند، در صورتی که نه تنها مسلمان نیستند بلکه وجودشان برای اسلام ضرر بخش و آسیب رسان است. گاهی آدم گناهی مرتکب می شود و وجدان و نفس لوامهش او را نهیب می دهد و به گناهش اعتراف می کند و سعی می کند دیگر گناه نکند. این اعتراف به گناه در محاکم و دادگستری ها مزیتی دارد که در جرم انسان تخفیف خواهد شد، کما اینکه الله متعال می فرماید الذين اعترفوا بذنوبهم. و گاهی انسان گناهی مرتکب می شود و بر گناهش اصرار می ورزد یا عذر و بهانه تراشی می کند که من این کار را به این دلیل انجام دادم و برای ارتکاب گناهش
دلیل می آورد ولو این که دلیلش بیخردانه باشد. قاطبه تشیع از این قاعده مستثنانی استند، گناه می کنند، در فجور و عصیان و بی خدایی قوتورند، آنگاه برای گناهانشان دلایل غیر منطقی می آورند، بعد هم می گویند کافی از دو قطره اشک بر مصیبت کربلا بریزی تمام گناهانت بخشوده خواهد شد. حتی زیارت قبر امام حسین را معادل هزار بار زیارت خانه خدا می دارند. سبحان الله از این معتقدات. باور شیعه می گوید اگر از تشیع خارج شدی مرتد خواهی شد و حکمش قتل است، غافل از این که تشیع حتی دین نیست که برگشت از آن ارتداد باشد، شاخه اختراع شده در دین که توسط عده فاسد و فرصت طلب احداث شده که معتقدات فکری، فلسفی و مذهبی آنها سر تا سر غلط، بیهوده و بی اساس است. سالهاست و به اسم خمس مالشان را می دزدند و به اسم صیغه ناموسشان به تاراج می رود، لیکن همیشه شعار هیهات من نفس الله سر می دهند. آخر ذلت از این ذلیل تر؟ اساسا خودبرتربینی اساس تفکر تشیع است. آنگونه که می گویند پیامبر مکرم در هنگام رحلت به فامین استفارش کرده اطرت مزهومی که هنوز به دنیا نیامده بودند و معلوم نیست کیند، کیستند و چه خواهند کرد. العیاذ بالله، پیامبر مکرم که نجات پرست نبود که سفارش به فامیل به دنیا نیامده اش را بکند. والله پیامبر مکرم سفارش به کتاب الله نمود و راه و روشی که خودش زندگی کرد، همان سنت صادق نبوی، نه به فامیل و عترت و عشیره، آن هم در عهد رسول که به دنیا نیامده بودند. می گفتم تشیع بهترین هاست، علی افضلترین بشریت و حسین فلسفه حیات راستین و حقیقی جهانند. ما بهترین ها هستیم و جز ما کسی به بهشت وارد نمی شود. هر کس علی نگوید خدا او را نمی آمرزد. اندکی احساس و عاطفه هم قاطی این معتقدات می کردن و ما می گریستیم و در باور خودمان تصورمان بر این بود که ما بهترین بشریت هستیم، چون تابع آن سلاله 12 گانه پیامبر هستیم. با این نام ها ما را خیلی فریفتند، با این الفاظ خیلی گولمان زدند. بعدها من به نوبه خود دریافتم که ما نه تنها بهترین بشر نیستیم، بلکه بدترین، شیطانترین و بی انسانیتترین بشریم. دریافتم که شیعه فقط هارت و هورت است ولا غیر. باید خود را رهانید و به جاده انسانیت وارد شد. باید به ریل بشریت قدم گذاشت و بر گناهان خود استغفار کرد که الله ارحم الراحمین است. لا اله الا الله، محمد رسول الله و من الله التوفیق. تشکر از شما برادر عزیز عثمان، جزاکم الله خیر.